سلام، مایه هستم با یه ویدیو دیگه. امروز قراره راجع به تناسخ صحبت کنیم و کلا تئوریایی که راجع به این مسئله گفته میشه، چه منفی چه مثبت، یعنی چه موافق باشن چه مخالف، همشو قراره بهتون بگم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببینین و ضمناً قراره بهتون یاد بدم که چطوری بفهمی خودتون تو زندگی قبلیتون چی بودی. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، کامنتاتون رو برام بذارین و سابسکرایبم یادتون نره. آدرس اینستاگرامم میذارم بالا اگه دوست داشتین فالو کنین. زودتر بریم سراغ ویدیومون که قراره یکمی طولانی باشه. اگه بخوام یه تعریف ساده ای از تناسخ بهتون بدم، میشه تجدید حیات روح توی کالبد و جسم‌های جدید. یعنی توی این عقیده گفته میشه آدم بعد از مرگش از بین نمیره یا روحش وارد یه دنیای دیگه نمیشه، بلکه توی همین دنیا توی یه چرخه‌ای میچرخه و دائما توی کالبدهای دیگه به دنیا میاد. توی آمریکا یه تئوری وجود داره که میگن ایده تناسخ توی قرن 19 از طرف هندیا وارد آمریکا شده و کلا وارد تمدن غرب شده. ولی باید بگم این تئوری سندیت چندانی نداره، چون این ایده در اصل از اوایل شروع تمدن غرب وجود داشته. مطالعات نشون میده که ریشه پیدایش مفهوم تناسخ برمیگرده به دوران باستان. اگه بخوام چند تا نمونه از این مسئله براتون بیارم، میتونیم اشاره کنیم به مصری‌ها یا حتی انسان‌های اولیه که مرده‌هاشون رو با وسایل دفن میکردن، با وسایل و غذا و چیزایی که ممکنه توی زندگی بعدیشون به دردشون بخوره. نظریه تناسخ بعدا توی تمدن غرب هم ادامه پیدا کرد و توسط کسی که اصلا کلمه فلسفه رو اختراع کرده، یعنی پیتاگورس، شروع شد به تدریس شدن. پیتاگورس که کاملا به تئوری تناسخ اعتقاد داشت، ادعا میکرد که 8 تا از زندگی‌های قبلیش هم یادش میاد و حتی چند تا تکنیک داشت برای اینکه بتونه به بقیه هم اینو یاد بده که بتونن زندگی‌های قبلیشون رو به یاد بیارن. بعد اومدن توی آمریکا یه بودجه کلان، یعنی 1,000,000 دلار اختصاص دادن به این قضیه که یه دکتر به اسم ایان استیونسن که مدیر دپارتمان روانشناسی دانشگاه ویرجینیا بود، روی مسائل فراطبیعی که هدف اصلیش هم تناسخ بود مطالعه کنه. دکتر استیونسن تحقیقاشو با مطالعه روی بچه‌هایی که میگفتن زندگی‌های قبلیشون رو دارن به یاد میارن شروع کرد، که هزاران بچه بودن، هزاران کیس مختلف بود و هدف اصلی این پروژه هم این بود که بیان تناسخو رد کنن. ولی بعدها بعد از اینکه تمام این مطالعات انجام گرفت، استیونسن خودش تبدیل شد به یکی از درجه یکترین و بزرگترین مدافعای این تئوری. بعد از استیونسن یه دکتر دیگه به اسم جیم تاکر اومد این مطالعات رو ادامه داد و هنوزم این مطالعات ادامه داره. یه تفاوتی که بین این مطالعات با بقیه کسایی که روی این مسئله تحقیق میکنن هست، اینه که معمولاً کسای دیگه که دارن روی این مسئله کار میکنن، میان روی آدمای مختلف یه سری هیپنوتیزم انجام میدن و کاری میکنن که اون آدما زندگی قبلیشون رو به یاد بیارن. ولی این دو نفر توی مطالعاتشون این کارو نمیکردن، چون احتمال اینو میدادن که اون آدما توی شرایط هیپنوتیزم شاید بازی ذهنشون باشه که یه سری چیزایی رو یادشون بیاره یا حتی خواب دیده باشن. به خاطر همین اونا میومدن روی بچه‌هایی که تا حالا اصلا با مفهوم تناسخ آشنایی نداشتن و صرفا خودشون اومده بودن به زبون آورده بودن که زندگی قبلیشون رو یادشون میاد تحقیق کردن. یکی از معروفترین کیس‌های تناسخ تو دنیا که اتفاقاً یکی از موارد مورد تحقیق آقای تاکر هم هست، درباره یه پسر تایلندیه که توی سن 3 سالگی یهو شروع میکنه از زندگی قبلیش تعریف میکنه و میگه که یه معلم بوده و یه روز در حین برگشتن از مدرسه به خونه شلیک میشه به سرش و جونش از دست میده. این پسر بچه حتی اسم دقیق خودش تو زندگی قبلیش، اسم همسرش، اسم بچه‌هاشون، محله‌ای که توش زندگی می‌کرد و تمام جزئیات اونجا رو یادش بود. مادر بزرگ این پسر بچه میاد بهش کمک کنه و میبرتش به روستایی که میگه و وقتی میرن اونجا واقعاً با خانواده‌ای مواجه میشن که همسرش چند سال قبل تو راه مدرسه به خونه شلیک شده توی سرش و مرده و اتفاقاً تمام جزئیاتی هم که پسر داده بود یک به یک می‌گرفتن با اون خانواده. جالب اینجاست که اون خانواده توضیح دادن که محل تیرخوردگی همسرشون کجا بوده و دقیقا این پسر بچه هم از بعد به تولدش 2 ماه گرفتگی پشت و جلوی سرش داشته که پشتی دقیقا همونطور که خانواده گفتن کوچیک‌تر بوده و اونی که جلوی سرش رو پیشونیش بوده یه دایره بزرگ نامنظم بوده. دقیقا به همون شکلی که خانواده توصیفش کردن. محققای دانشگاه ویرجینیا معتقدن که این موارد رو نمیشه توی شرایط آزمایشگاهی به وجود آورد. ولی اگه تعداد این کیسا خیلی زیاد باشه، اون وقت میشه اونو به عنوان یه مدرک معتبر قبول کرد و وجه علمی داد بهش. و همونطور هم که گفتم، تا حالا هزاران کیس مختلف بوده که این اتفاق برشون افتاده. حالا با در نظر گرفتن همه اینا، اگه تناسخ واقعا وجود داشته باشه، اصلا هدفش چیه؟
راجع به این قضیه دکتر لیندا بکمن که متخصص یادآوری خاطرات گذشته هست معتقده که زندگی‌های گذشته ما به زندگی امروز ما وصلن و در اصل چیزی که ما تو این دنیا تو این زندگیمون داریم سعی می‌کنیم بهش برسیم یا تغییرش بدیم و توصیف می‌کنن. اون معتقده که حتی تناسخ میتونه توضیحی باشه برای یه سری از فوبیاهای بیدلیل یا یه سری از روابط عاطفی یا یه حسایی که آدم نمیتونه دلیل خاصی براشون پیدا کنه، مثل وقتی که دو نفر همدیگر رو میبینن کاملا مطمئنن که همدیگر رو میشناسن ولی هیچ وقت با هم هیچ ملاقاتی نداشتن. دکتر بکمن معتقده که روح در اصل نیاز داره که تکامل پیدا کنه و همه این اتفاقا یعنی تناسخ به خاطر این میفته که اتفاقای بد گذشته رو آدم بتونه جبران کنه، اشتباهاشو بتونه جبران کنه و در کل آدم بهتری باشه. اینجا میرسیم به قضیه کارما و دارما. برای اینکه بهتر بفهمیم کارما و دارما چی هستن یه توضیح کوتاهی هم راجع به اونا بهتون بدم. کارما در اصل نتیجه اعمال ماست، کارهایی که خودمون کردیم و به خودمون مربوطن. دارما کارهاییه که خودمون کردیم ولی در قبال جامعه انجام دادیم. توی این تئوری گفته میشه که هر کاری بکنی مثبت یا منفی نتیجهش به خودت برمیگرده. این قضیه ممکنه برای خیلیاتون خیلی عجیب و غیر قابل باور باشه. ولی اون حرفی که پشت این تئوری هست در اصل علمی تر از چیزیه که بهش فکر میکنین. توی قضیه کارما و دارما گفته میشه که شما هر انرژی که به طبیعت وارد کنین به خودتون برمیگرده. توی اینجا منظورم از انرژی اون انرژی مثبت و انرژی منفی و مثبت اندیشه اینا نیست. نه، اینجا اتفاقا کاملا قضیه رو علمیشو دارم میگم. بهترین توضیح برای این مسئله رو میشه توی کتاب پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ استیون هاوکینگ پیدا کرد که توش توضیح میده و میگه که جهان کلا از انرژی مثبت و انرژی منفی تشکیل شده که دلیل به وجود اومدن بیگ بنگ یا بیگ بانگ هم همینه. یعنی توی تمام جهان یه تعادلی بین انرژی های مثبت و منفی است، مثل الکترون و پروتون. حالا اگه یه فردی یه کار بدی بکنه، یعنی یه انرژی منفی وارد طبیعت بکنه، اون انرژی منفی توی طبیعت چرخ میزنه و به یه شکل دیگه‌ای به خودش یا به یه کس دیگه‌ای وارد میشه دوباره. یعنی در اصل کارما یه تصمیم آزادانه است که انسان توی زندگیش میگیره که یه سری کارهایی رو بکنه یا یه سری کارهایی رو نکنه و میتونه توی زندگی‌های بعدیشون رو جبران کنه. حالا اگه این اتفاق یه تصمیم آزادانه است، پس چرا بعد آدمایی که این همه تو زندگی‌هاشون زجر می‌کشن، این همه سختی‌ها رو تحمل می‌کنن، دلشون بخواد دوباره برگردن به دنیا؟ دکتر ریموند مودی که یه فیلسوف، روانشناس، فیزیکدان و نویسنده معروفه، میگه که روح ما میدونه که زندگی خیلی زجرآور و دردناکه، ولی در عین حال هم میدونه که این کاملا زودگذره و دائمی نیست و در اصل یه هدف بزرگتری داره و اون رسیدن به چیزیه که همیشه میخواسته. ولی توی اکثر موارد وقتی روح وارد بدن جدید میشه، خاطرات زندگی قبلیشو وارد مغز اون بدن جدید نمیکنه. به خاطر همینم هم هست که آدما معمولا وقتی به دنیا میان، وقتی زندگی دارن میکنن، نمیدونن چرا، ولی فقط همینو میدونن که زندگی سخت و دردناکه. البته تناسخ همیشه قرار نیست توی کالبد انسانی اتفاق بیفته. دکتر بکمن توی بعضی از مورداش که باشون برخورد داشته میگه که اون آدما گفتن توی زندگی قبلیشون بعضی وقتا حیوان بودن و حتی بعضیا یادشونه که یه آدم فضایی بودن و جزئیات سفینه‌شون و شرایط زندگیشون و اتفاقایی که اونجا براشون میافتاده رو تعریف کردن و گفتن که هدفشون از اومدن به دنیا این بوده که بخوان به آدما کمک کنن. برای به یاد آوردن خاطرات گذشته دو راه وجود داره. یکیش اینه که کلاً بچه‌ای که تازه به دنیا اومده و زندگی قبلیش به یه حالتی یادش میاد که اونو نمیشه دستکاریش کرد، یعنی اتفاقیه که خودش میافته. ولی یه راه دیگه‌اش هیپنوتیزم و مدیتیشنه. توی این روش متخصص این کار میاد یه هیپنوتیزمی روی شما انجام میده و شما آروم آروم وارد حالت آلفا میشین که میتونین زندگی گذشتتون رو به یاد بیارین. میدونم الان با خودتون میگین تو که به ما قول داده بودی یاد میدی چطور این کارو بکنیم، ما از کجا متخصص پیدا کنیم بریم پیشش؟ اینجاست که یه راه دیگه هم میاد وسط. این در اصل همون روش هیپنوتیزم است ولی بیشتر یه نوع خوددرمانیه. یه سری روش‌های مدیتیشن هستن که باعث میشن شما بتونین وارد آلفا مود بشین. آلفا مود چی هست؟ حالتی که شما توی مدیتیشن هستین ولی کاملا هوشیارین، خواب نیستین. این روش‌ها به شما کمک میکنن که بتونین زندگی قبلیتون رو به یاد بیارین. این فایل‌های صوتی مدیتیشن معمولا همشون شبیه به همن. یعنی یه موزیک خاصی روشون هست، یه سری حرفا و دستورای خاصی بهتون میدن، ولی ممکنه تو بعضیاشون با هم یه کمی فرق کنه. میتونین مدل‌های مختلفشو امتحان کنین. اکثرا اینجوریه که باید توی حالت کاملا ریلکس دراز بکشین و سعی کنین که با گوش دادن و تمرکز شدید توی سانس اون مدیتیشن، با هندز فری هم باید گوش بدین حتما، به حرفای اون توجه کنین و سعی کنین وارد آلفا مود بشین.
من حقیقتا خیلی دنبالش گشتم ولی فایل صوتی فارسی که این کارو بکنه نبود، پیدا نکردم من لااقل. ولی اگه انگلیسیتون خوبه، چون واقعا باید خوب باشه، چون تک تک کلماتش رو باید متوجه بشین، میتونین این کلمه رو سرچ کنین توی یوتیوب، پر سانس‌های مختلف مدیتیشن هست، میتونین امتحان کنین ببینین کدومش روی شما بهتر جواب میده. اگر هم یه وقتی فارسیشو پیدا کردین یا سراغ داشتین حتما بهم بگین که لینکشو بذارم بچه‌ها استفاده کنن. ولی برای انجام این کار چند تا نکته هست که حتما باید اونا رو رعایت کنین. اول اینکه موقع انجام دادن این مدیتیشن‌ها به هیچ وجه نباید بترسین، چون ترس باعث میشه که نتونین تمرکز کنین. نکته دوم اینه که شاید لازم باشه 100 بار، 200 بار، 1000 بار این کارو تکرار کنین تا شاید یه بارش جواب بده. چون اصلا روش قطعی نیست، ممکنه برای یک کسی تو همون بار اول جواب بده، ممکنه برای یک کسی هیچ وقت جواب نده. نکته بعدی که بعد بگم اینه که اینا هیچ کدومشون به هیچ وجه خطرناک نیستن. میدونم الان همتون میدوین میپرسین چه آسیبی بهمون میرسه، خطر داره، نکنین. نه، هیچ آسیبی بهتون نمیرسه، نمیمیرین، بین دنیاهای مختلف گیر نمیافتین، اصلا به هیچ وجه همچین اتفاقایی نمیفته، خیالتون راحت باشه. تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که واقعا یه چیزی ببینین و اون روی روحیتون تاثیر بد بذاره. که اینجا هم باید اینو بهتون بگم که هیچ کدوم از این تئوریا واقعا تایید شده و مستند نیستن. یعنی امکان داره شما واقعا بتونین ببینین زندگی‌های گذشته‌تون رو، ولی همه اینا فقط بازی ذهنتون با شما باشه یا حتی یه خواب چند ثانیه‌ای که خودتون هم متوجهش نشدین. حالا می‌خواین بگین بعد از این همه تئوری و مطلب علمی و اینایی که گفتم چطور ممکنه اینا واقعی نباشه؟ توی این مسئله هم مثل خیلی از تئوری‌های دیگه بین محققای مختلف نظریه‌های مختلفی هست. پس الان می‌ریم سراغ کسایی که این تئوری رو کاملا رد می‌کنن. یکی از مخالفای اصلی تئوری تناسخ استیون هاوکینگه. استیون هاوکینگ توی همون کتابی که قبلا هم بهش اشاره کردم، یعنی پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ، گفته که انسان بعد از مرگ دوباره به دنیا نمیاد و فقط به خاکستر تبدیل میشه و تنها چیزی که ازش میمونه نتیجه کارهاییه که کرده و تنها چرخه‌ای هم که میتونه داشته باشه چرخه طبیعی جسمشه تو دنیا که تبدیل میشه به خاک، بعد اون میشه گل، گیاه. اینا ضمناً اگه به این موضوع ها و کلن پیدایش جهان و اینا علاقه دارین، پیشنهاد میکنم حتما این کتاب بخونین. ولی البته اگه اعتقادات خیلی تعصبی دارین، فکر نمیکنم این کتاب به دردتون بخوره. ولی به جز استیون هاوکینگ، دانشمندای خیلی زیاد دیگه هم هستن که با این تئوری کاملا مخالفن. دلیلایی هم که میارن به نظر من خیلی موجه و درسته. اولیش اینه که توی این تئوری گفته میشه که انسان برای این اصلا تناسب پیدا میکنه که هی روز به روز بتونه اشتباهات گذشتهشو جبران کنه، کارما و دارما جمع کنه برای خودش. ولی ما چیزی که توی طبیعت و تو دنیا داریم میبینیم اینه که اتفاقا روز به روز انسان داره هی بدتر میشه، یه سری اتفاقای بدتری دارن میفتن، دنیا داره رو به زوال میرسن. پس این چه جور کارما و دارماییه؟ دلیل بعدیش اینه که اگه انسان داره تناسخ پیدا میکنه که بخواد کارما و دارما برای خودش جمع کنه، پس هدف این که اصلا این یادش نمیاد چی؟ اگه یادش نمیاد چطوری قراره که کارما و دارما برای خودش جمع کنه؟ همینجوری هی توی یه چرخه‌ای داره زندگی میکنه و هی دوباره اشتباه میکنه؟ یعنی عملا این تئوری داره خودش رو رد میکنه. و یکی از اصلی ترین نکته های تاریک که توی این مسئله هست اینه که اگه تناسخ وجود داشته باشه، پس آدم های جدیدی که به دنیا میان چی؟ بذارین بهتر براتون توضیح بدم. جمعیت الان کره زمین رو در نظر بگیرین و جمعیتش 1000 سال پیش رو در نظر بگیرین. تمام این آدم ها و موجودات جدیدی که هی روز به روز دارن به جمعیت اضافه میشن، از کجا دارن میان؟ یعنی روح یه نفر پخش میشه تو بقیهشون؟ اگه این اتفاق بیفته که بازم تناسخ رد میشه، چون اونجا داره میگه که روح هر کسی توی یه جسم دیگه ای فقط حلول میکنه. به هر حال همه اینا تئوریه، میتونه واقعی باشه، میتونه نباشه. اصلا اصل تئوری اینه که شما هر چقدرم تلاش کنین نمیتونین که ثابت کنین درسته یا نه. اگه اینطور نبود که اصلا اسمش نمیشد تئوری. مثلا من اگه الان به شما بگم من توی خونم پنگوئن نگه میدارم، شما مادامی که نیاین توی خونه من، هر چقدرم سعی کنین از لحاظ علمی بگین توی این خونه اصلا دماش نمیخوره یا نه اون اصلا نمیتونه، یا بخواین بگین نه داره درست میگه، ممکنه من اصلا عکسشو دیدم، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که من دارم درست میگم یا نه، مادامی که خودتون نیاین اینجا.
توی این موردم مادامی که یه نفر خودش نمیره و اینو تجربه نکنه نمیتونه بفهمه واقعا حقیقت قضیه چیه. نظر شما چیه؟ خیلی دوست دارم بدونم اعتقاد شما راجع به این قضیه تناسخ و اینا چیه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. آدرس اینستاگرام من این بالا هست. اگه دوست داشتین بازم موضوع اینطوری درست کنم براتون، راجع به سفرهای استرال و اینا هم میتونیم درست کنیم، حتما بهم بگین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.